پنام خداوند بخشنده و مهربان بیننده های گرامی سلام بر شما توجه کنید به مجمع خبری ساعت 6 از شمشاد نیوز امروز سه‌شنبه 3 مه 1402 هجری خورشیدی که برابر می شود با 23 جنوری سال 2024 میلادی در آغاز سرخط خبرها متهم شدن حکومت سرپرست به نقض حقوق زنان از سوی امریکا و یونما امارت اسلامی میگوید که در چوکات اسلام تمام حقوق زنان در کشور تامین است خاص امارت اسلامی برای سرمایه گذاری کشورها در افغانستان اما سرمایه گذاران از کمبود افراد مسلکی شکایت دارند و کشته شدن بیش از 60 تن در حملات تازه اسرائیل بر مشروع خبرها با من میرویس هوتک واشنگتن از کابل میخواد تا حقوق بشری را در افغانستان تامین نماید امریکا افغانستان را به نقض دوامدار حقوق زنان و دختران متهم می کند و میگوید که در کنار تامین این حقوق از حکومت سرپرست میخواد در کمک های بشری برای افغان ها مداخله نکند از دیگر حکومت سرپرست نظارت از کمک های بشری جهانی را حق خود می داند و تاکید دارد که در هنگام توزیع این کمک ها امنیت نهادهای کمک رسان را تامین کرده است. آمریکا میگوید وضعیت حقوق بشری موجود در افغانستان برایش قابل قبول نیست و حکومت سرپرست خواهان وضاحت شده. مسئولین وزارت خارجه این کشور میگویند کمک هایی که از سوی آمریکا با افغان های نیازمند صورت میگیرد از سوی ادارات مورد اعتماد دوام دارد و تأکید دارند که آمریکا اجازه نخواهد داد این کمک ها به دست حکومت سرپرست بیفتد رفتار طالبان در افغانستان در مقابل زنان و دختران در هیچ جای دیگری وجود ندارد و این نگرانی به وجود آورده است و این رفتار برای ما قابل قبول نیست طالبان در این قسمت وضاحت بدهند از این آن طرف کدام کمک های بشری که از سوی امریکا در افغانستان می شود از سوی ادارات و سازمان های مورد اعتماد ما نظارت می شود امریکا اجازه نخواهد داد این کمک ها به دست طالبان بیفتد حکومت سرپرست میگوید که در کمک های بشری جهانی مداخله ندارد اما تاکید دارد که حکومت در بخش نظارت و تامین امنیت با اداره های کمک رسان همکار است کوم کومکونه چې هیوادونه د مؤسساتو له لارې نه افغانستان کې کوي هغه د اسلامي عمارت په اختیار کې نه وي او د به کار د مربوط او د هیوادو عمارت تر صرف د یو په عمومي کارونو باندې نظارت لري او دو شکایتونو د مودو د په صورت کې موضوع تر رسیدګي کې او د امنيت ساتي نور د پر اصول مسترا د پر اصول اساسه یو په لغ مرسد دوی خپل د نارamese را ماهنګي لري دی دغه لاته د غوښتنې مصرف کې دوی د یو مصرف مخسر دی صحیح برخو کې دی او هغه شریکو مخنه رسیدي دینو برخو ته او زم ته ماجرو سره همکاری ده سره متر او لسه زېدی دلیلونه قانوني د تدقيق کې ستاسو په زینو برخو کې دی خالک و پارادیل دو دوباره سوالو تعلیمی مسائل حقوقی و مصرفی نو بغاغه د امارات لاسټانو ورزيده د است. از سوی دیگر کارشناسان میگویند که حکومت سرپرست با جامعه جهانی راه تعاملی در پیش گیرد که بر اساس آن برای زنان و دختران زمینه کار و تحصیل مساعد شود و کمیته‌های بشری جهانی نیز ادامه پیدا کند. حکومت سرپرست وی به عنوان مطابق جهانی در موارد مراد نمودن حقوق بشر و همسان پرداختن با حقوق زنان و دختران افغانستان همچنان ایجاد حکومت فراگیری ملی و, و غیره مسایل مطابق و نافی ملی و ارزش های دینی مردم افغانستان عمل نکند امکان دارد کمک های بشری که از جانب ایالات متحده امریکا و سایر نهادهای بینالمللی صورت میگیرد و مرور زمان یا کم شود یا با کلی قطع گردد که قطع شدن یا کم شدن یا برای مردم افغانستان ضرر داشته و به هیچ وجه به نفع کشور ما نمی اما شماري ديګر از کارشناسان اين گونه اشارات امریکا را از حقيقت به دور ميخوانند و ميگوياند کومريكا به بهانه vaziyat bashari da Afghanistan danbal ahdaf khoda ast. امریکا به افغانستان کې د خپل ګټو پلتیکې د خزو د حقونو مسال او د ټولګډونه حکومت مسال او د اسنور مسایل دغه مسایل دي بهانه په توګه د امریکا ور دي ګټو پورته کې که چیت ته هغه ستراتیژیکې ګټې د امریکا په افغانستان کې خوندي شي بیا به نه دغه بهانې وي او نه به د ښځو حقوق او نه نور مسایل پیش از این یونما یا نمایندگی سیاسی سازمان ملل در گزارش سیماهای خود از ارزیابی وضعیت بشری افغانستان حکومت سرپرست را به نقض حقوق بشر متهم کرده بود اما حکومت سرپرست این گزارش یوناما را به اساس خوانده و گفته که تامین حقوق بشری از مسئولیت حکومت است که بر اساس احکام اسلامی به تمام اتباع کشور تامین شده است بدون کار و تحصیل حقوق زنان و دختران ناتکمیل خوانده شده است مدافعان حقوق بشری میگویند که برای تامین حقوق زنان و دختران ضرور است تا اجازه کار و تحصیل به آنان داده شود آنان این اظهارات را در استناد به گزارش اخیر یونما که در آن حکومت سرپرست به نقض حقوق زنان و دختران متهم شده بیان نمودند اما حکومت میگوید که حقوق زنان و دختران را تعمین کرده است و در این باره خاص های غیر شرعی جهانی را نمیپذیرد گزارش اخیر یوناما که در آن وضعیت حقوق بشری در افغانستان در سه ماه اخیر سال 2023 ارزیابی شده و ده ها مورد در آن مستند گردیده بر اساس مأموریتی که از سوی شورای امنیت به این نمایندگی در افغانستان داده شده بود از سوی بخش نظارت از حقوق بشر یوناما آمده شده است در این گزارش حکومت سرپرست به نقض حقوق زنان و دختران و توقیف های خودسرانه متهم گردیده است یونما دریافت که هیچ چارچوب قانونی قابل اجرای روشن برای شکایات مبتنی بر جنسیت علیه زنان و دختران در افغانستان وجود ندارد با این حال مقامات به اعمال محدودیت بر آزادی کار تحصیل و حرکت زنان ادامه دادند در این گزارش همچنان اضافه شده که به دلیل ادامه محدودیت های حکومت سرپرست بر زنان تعداد زیادی از زنان نیز از فعالیت در بخش منع شدند که محرم نداشتند یونما در اکتبر و دسمبر مواردی را به ثبت رسانده است که مسئولین ریاست عمل به معروف و نه یعن مرکر زنان را از کار کردن منع کردند که محرم ندارند در حالی که امارات اسلامی این گزارش را بی اساس می خواند تأکید دارد که درباره حقوق زنان و دختران معلومات عادلانه گرفته نشده است حکومت سرپرست می گوید که در حال حاضر حقوق زنان و دختران تعمین گردیده. خودلی. ځکه <applause> د خسو د نیول موږ په قضایاوینه لرو په کته او د دې قضې سیغه هم د توصیف په حد کې وي دره مين حال شومار از ملافان حقوق زنان میگویند تا زمونه که برای زنان اجازه کار او برای د دختران اجازه تحصیل داده نشود حقوق زنان و دختران نا تکمیل خواهد بود البته <تصال> یک سلسله از حقوق خاص که باید به زنان و دختران داده شود که مثلا حق کار حق تحصیل حق از اینکه خب ما اجازه زیر داشته باشیم که بریم بتانیم تحصیل خود را ادامه بدیم اگر این سلسله حقوق را بر ما داده شوند دیگه تمام حقوق داده شده و همه چیز درست می باشه پیش از این نیز شماری از نهادهای بین المللی حکومت سرپرست با نقض حقوق زنان و دختران متهم کردند ما. امارت اسلامی میگوید که حقوق زنان و دختران در کشور تامین است و خواستهای های غیر شرعی جهانی در این رابطه را نمیتواند بپذیرد امارت اسلامی خواهان سرمایه گذاری سالم کشورها در افغانستان شده است. سرپرست وزارت صنعت و تجارت می گوید که در حال حاضر امنیت سراسری در کشور تامین است و به شمول امریکا کشورهای منطقه و جهان می توانند در افغانستان سرمایه گذاری نمایند. اما کارشناسان از حکومت سرپرست می خواهند تا به مشکلات تجاران افغان رسیدگی نماید و برای تکمیل پروژه های ناتمام با سازمان های بین المللی به توافق برسد. بانک با امارت اسلامی تا کنون از هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است اما معاملات تجاری مثل گذشته با بسیاری از کشورها به صورت عادی جریان دارد نوردین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت به شمشاد گفته است در حال حاضر امنیت سراسری در کشور تعمین شده است و به شمول امریکا کشورهای منطقه و جهان می توانند در افغانستان سرمایه گذاری نمایند به گفته او پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان تقریبا تمام زیربناهای کشور از بین رفته است و همچنان دارایی های کشور از سوی غرب به صورت غیر مسئولانه مسدود شده است اما به گفته عزیزی حکومت سرپرست با این همه به وضعیت اقتصادی کشور به شکل خوب رسیدگی کرده است یعنی ما هیچ محدودیتی به هیچ کسی نداریم هر کس میتونه هر کشور میتونه امریکا میتونه که بیاد افغانستان سرمایه گذاری کنه ما فعلا در بخش سرمایه گذاری در بخش تجارت در بخش اقتصاد همراه هیچ کس ما کدام تبعیضی ندارن دشمنی نداریم حتی ما بالای امریکا صدا میکنیم که سرمایه گذاریش بیان در افغانستان سرمایه گذاری بکنن از ما خودم مستقیم با سرمایه گذارای روس ها چینایی ها ایرانی ها و اماراتی ها همه گی به تماس شدیم بیاین امروز افغانستان حتی پاکستانیا ها رو ما دعوت دادم شرکت های بزرگشان بیان در معادن افغانستان در زراعت افغانستان در برنامه های آبادی افغانستان سهم بگیرند کارشناسان اقتصادی از سازمان های مالی بین المللی و به صورت خاص از بانک جهانی میخوان تا پروژه های ناتکمیل خود در افغانستان را به هدف رشد اقتصادی کشور و از بین بردن بیکاری تکمیل کنند اونان درین برخه حکومت سرپرست رو مسول ميدانند تا این نهادҳо را برای آغاز پروژه‌های ناتکمیلشان در افغانستان تشویق کُنند. در افغانستان په ګټه باندې زمون په ملکي سرمګزاري ده. زمون په ملکي تغیرات او د فقر او د غریبینو وطن د دې بحران او تل هغه سطور خصوصي د سرمګزاري ده. موږ هم دا رنگه دې نړۍ نور هيو درا هم کولای شي چې په افغانستان کې پنګونو کی او د حکومت ذرافړې راخذینه ورته مسايده شوي ده. او همدا اوس د نړۍ هیوادونو لپاره ډېر ښه چانس دی افغانستان سره خپل اقتصادي شمار از کارشناسان نیز تایید می کنند که پس از تحولات سیاسی در کشور شمار از پروژه های خرد و بزرگ در افغانستان از سوی سازمان های جهانی ناتمام باقی مانده است. آنان از حکومت می خواهند که بر اساس تعامل راه را برای آغاز دوباره این پروژه ها مساعد سازد. همچنان ناتو و که در افغانستان قبلا بیش از 7500 پروژه را اینو تمیل میکردن اونو به این دوباره کار خود آغاز بکنن پروژه را تکمیل بکنن هم طرف پاکستانی و هم طرف افغانستان وارد فاز جدید مذاکرات شوند و با مذاکرات میتونند که ما مطمئن هستم که مشکل حل میشه بر اساس معلومات وزارت صنعت و تجارت تنها در سال گذشته به ارزش یک میلیارد و 200 میلیون دلار اموال از افغانستان به پاکستان صادر شده است که شامل میوه تازه و مواد معدنی بوده است با توجه به مبارزه جدی با فساد سرمایه گذاران می توانند با اطمینان در استخراج معادن سرمایه گذاری کنند سرپرست وزارت معادن و پترولیم می گوید که به دلیل مبارزه جدی در مقابل فساد مسئولین جرأت فساد را ندارند و سرمایه گذاران علاوه بر بخش های دیگر می توانند در استخراج معادن کشور به اطمینان کامل سرمایه گذاری نمایند از دیگر سرمایه گذاران می گویند که به دلیل مهاجرت ها از کشور با کمبود افراد مسلکی مواجهند در اینجا وزارت مادن و پترولیم جشن فارغ و تحصیلی سی و هشت فارغ و تحصیلی تازه از پنتون تخنیک را برگزار کرده است و بانها آنها از فرصتهای شغلی اطمینان داد بان آنکه که فرصتهای کاری در کشور محدود است هموار از حکومت خواهان ایجاد فرصتها در این عرصه شده است اما سرپرست وزارت مادن و می گوید که فرصتهای زیادی کاری برای جوانان موجود است و آنان با استفاده از آن فرصت توانند به بیرون از کشور نرود سرپرست وزارت می‌گوید که گراف فساد در کشور کاهش یافته و کس کسی جرات فساد را ندارد کسی که وزیر باشد کسی که معین باشد کسی که رئیس باشد لعنت بر آن وزیر لعنت بر آن معین لعنت بر آن رئیس که او در فکر جیب خود باشد لعنت خدا سر آن باشد و ا سرمایه‌گذاران میخواهند کی با توجه به کاهش فساد در کشور در بخش استخراج موادن سرمایه‌گذاری نماید اسوی دیگر سرمایه‌گذاران میگوئند کی بدلی مهاجرت جوانان از کشور بو کامبودیا افادت مسلکی مواجه اند باشه مثل کی پاکستان داره یا ایران داره یا دبی داره نمیتونه چون 40 سال مونټ پانتونه و ایران کردیم 40 سال چه کس متو اكو که و معاصله ممکن کی پوره مې شمو وسل نشته چروا مردمو به خود و به مردمو خود پرېب مېتیم ما به هیچ نمی پامیم حقیقت میگیم من یک انجینر پیلسی را ندارم من نیس رئیس نه افغانستان از همین جاورتان به استاد ما اعلان میکنم یک انجینر پیلسی را در هم افغانستان به ما پیدا که پنج هزار دلار برش ماشت میتن بیا رئیس پنتون پولی تکنیک کابل با این حال میگوید که این پنتون هزاران متخصص در عرصه مدن تربیت کرده است اما باید با آنها فرصت های شغلی داده شود سهم انجینرای های پول تکنیک سه کس کسایی که از و فارغ میشه باید برجسته باشه چرا ایمنا هستند که به درد شما میخوره؟ دیگه کس به درد کار نمیخورند. به اساس معلوماتی که ما دارم که شما معافقه کردید، 75% فیصد هایی از طریق وزارت مهادین استخدام میکنین ی کاري ښه است ول په نظر ما هغوس همته است از سوی ديګر تو ازه فرغان از حکومت او تجاران ميخواهند چې براي انان زمينه هاي كاري را مسايد نمايت تا به گوفته انان مجبور به تر كشور نشوود د حکومت خلکونه د غختنه د نيځوانو ته ټول ته د تازه فارغسيوي دوي مغزه فرشتي دوی, فرش دوی ته باید د زمينت کار مسايداسي او په دغه برخه کې باید ډير پاملرنه اوسي او عامدارنګ څخه لږه د ځوانانو <تسجن> ته یو ځایینه د کار ماساعده سینو <متحن> دی به بل مملکتو ته نور مملکتو ته به نه ماجر کیږي هغه هم د خپل وطن ته خدمت کوي همچنان از دولت و یا از وزارت می خوایم وزارت معدن پټرولیم می خوایم کې مقدار ماش را هم برای مؤسسینی که تازه میخواین وارد اجریان شوه برایشان تعیین کنه سرپرست وزارت مادن و پترولیم به جوانان تازه فارغ شده اطمینان میدهد که 100 صد درصد در بخش مقرری های مشکلات را حل میکند و در ولایت های مختلف آنان به وظیفه گمارد. ادامه ای خبرها پس از یک وقفه تقدیمتان میشود به ادامه خبرها خوش آمدید اداره میلی تعلیمات تخنیکی و مسلکی و مسئولین حکومتی که اسناد تحصیلی ندارن و در بخشای مدیریت، پلانسازی، نظارت، احسایه و محاسبه تعلیم میدهد مسئولین این اداره میگن که این تعلیمات از صنف نهم الی دوازدهم و از صنف دوازدهم تا چارده هم برای یک و نیم سال به مسئولین تعلیم داده می شود. آنان می گویند که تمام وزارت ها می توانند کارکنانشان را که تحصیل اصناد ندارن، و یا اسناد تحصیلی ندارند به این برنامه ها معرفی نمایند. اداره ملی تعلیمات تخنیکی و مسلکی اعلام کرده است که به تمامی اعضای امارت اسلامی که اسناد سنف نهم نه و یا دوازدهم را ندارند و یا مدل این اسناد تعلیمات خصوصی حاصل کردند برایشان زمینه تعلیمات تکنیکی و مسلکی را مساعی ساخته است مسئولین این اداره گفتند که تنها برای اعضای امارات اسلامی این برنامه را آغاز کردند که در آن روی مدیریت و اداره تمرکز بیشتر شده است بر اساس این برنامه یک و نیم ساله آموزشی برای افراد جذب شده در بخش های ثقافت اسلامی اصول مدیریت مفاهیم مدیریت عامه مهارت اداری تنظیم دوسیه های اداری منوبي بشري پلان سازي نظارت او گزارشي احصایه حقوق اقتصادي او محاسبه تو سنف 14م تعليمات داده ميشود د مديريت په برخ کې دروزني طرحه ديواد په کچه په سلور دي ش ولایتو کې يوازي د مجاهدين لپاره په پام کې نیول شويده دوه يم ياده شوني زو برنامه لارسميات او مخ کې او يا هم وروسته لارسميات او تطبيق کيږي مجاهدینو ته د مديريت په برخ کې د نظریي درسونه، عملی کارونه او د عملی کارونه درسره کولو پروژي ورکوول کیږي. ایماراتي او خصوصي اداري مکلفتي چې د مجاهدینو د عملی کارونه د پروژي ترسره کولو کی لاقو سره مرسته وکړي. دا برنامه په یو نیم کال کې تطبیقيږي مسولین میگوئند چې این برنامه پهش از اوقات کاری و یا بعد از اون خواهد بود و آن کسانی که مشاقل هم اند میتوانند در این برنامه اشتراک نمایند با گوفته یانان با این برنامه بسیار از مشکلات حل خواهد شد که در حال حاضر در شماری از ادارات موجود است بزرګون مجاهدین به د افغانستان په ټولو ولایتونو کې په دوو کټګوریو کې تر روزنه لاندې ولکې او اخوی به دی, 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 دی خپل او اخلاقی وړتیا او ترڅنګ اداري او مسلکی وړتیا و هم حاصلوي او لکه څنګه چې دی ازادۍ په لار کې دی خپل ولس دی حفاظت او حراست لپاره د سپربه هیڅ ولاړو د غصبې د خادم په هیڅ په اداراتو کې هم ولاړو در کنار این برنامه آموزشی اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی برای اشتراک کننده آن آموزش کامپیوتر و لسانهای عربی و انگلیسی نیز مساعد می شود که در شرایط کنونی نقش مهم دارند. در ایالت اوترپردیش هند روی زمین مسجد بابوری یک معبد افتتاح شد. بالای این زمین سالها به این سو میان مسلمانان و هندوهای افراطی دعوا و جنجال دوام داشت اما روز دوشنبه با, با حضور نرندرا مودی نخست وزیر هند روی آن یک معبد افتتاح شد مسجد بابوری در قرن 16 همه میلادی و درخواست سلطان محمد بابر اولین پاشای مغلها ساخته شده بود این مسجد تاریخی بابری است که سلطان محمد بابر اولین پادشاه مغلها در سال 1528 میلادی در ایالت اتورپردشت هند در شهر ایودوا ساخته شده بود علاوه بر عبادت بسیاری از پیروان ادیان دیگر از سراسر جهان برای بازدید از آن می آمدند و با این ترتیب درباره حکمرانی مغلها تحقیق و معلومات می گرفتند اما پس از انفجار خونین در شهر تجاری بمبئی برخی از هندوهای تندروی روی کرد حساس را علیه این مسجد در پیش گرفتند و سرانجام در سال 1992 آن را به طور کامل تخریب کردند علاوه بر این برخی از هندوها نتوانستند سکوت کنند و شروع به ساختن معبد در زمین مسجد بابری کردند این امر خشم مسلمانان ساکن هند را برانگیخت اما پس از 32 سال جنجال نندرا مودی نخست وزیر هند روز دوشنبه معبد رام که در محل مسجد بابری تاریخی ساخته شده بود را افتتاح کرد این منطقه جدید برای هند است که در قرن 16 هم مسجد در آن وجود داشت و با قربانی کردن دو هزار تن امروز معبد رام در آن افتتاح شد. شماری از احزاب سیاسی و سیاستمداران هند میگویند که مسلمانان از 500 سال به این سو در مسجد بابری نماز خوانده اند اما تاکید دارند که حزب تحت رهبری نندرامودی به صورت سیستماتیک توانست این مسجد را غصب کند و اکنون هم چند خبر از جهان در حملات تازه اسرائیل بر غزه 65 تن کشته شدند و 10 تن دیگر زخمی شدند بر اساس گزارش ها نیروهای اسرائیلی در شهر خانیونس حملات هوایی انجام دادند که در اثر آن 65 فلسطینی کشته شدند و 10 تن دیگر زخمی شدند اسوی دیگر دکتران بدون سرحد میگویند که احتمال حمله نیروهای اسرائیلی هر لحظه بر شفاخانه نصیر در غزه وجود دارد و دکتران و مریضان این شفاخانه در وضعیت بد قرار دارند با این همه شماری از گزارش ها می رساند که اسرائیل با میانجیگری مصر و قطر طرح آتش بس دو ماه را برای گروه حماس پیشکش کرده است اوکراین برای قانون چند تابیتی ها مسوده جدید را پیشکش کرده است. در این باره رئیس جمهور اوکراین گفته است که جنگجویان خارجی بر اساس این مسوده خواهند توانست بدون از بین بردن تابیت قبلیشان پاسپورت اوکراین را دریافت و در جنگ این کشور شرکت کنند. او گفته است که این نه تنها برای آزادی و مردم اوکراین بل برای استقلال و تاریخ اوکراین برداشتن این گام مهم است. رئیس جمهور اوکراین گفته است که پاسپورت کشورش به ادبای کشور متجاوز دادن نمی شود. و حمله انتحاری در غرب حراق تلفات به نیروهای محلی این کشور وارد کرده است. بر اساس گزارش ها این حمله صبح امروز در ولایت سلادین در این کشور به نیروهای خیزش مردمی روی داده است که بر اساس گزارش ها دو پلیس بر اثر آن زخم برداشتند. یک روز پیش از این نیروهای تحت حمایت ایران بر میدان هوایی نیروهای امریکایی در حراق حملات راکتی انجام دادند. در این حمله ادعا شده بود که بیش از ده نیروی امریکایی کشته شدند. بین ده های گرامی این بود خبرهای این ساعت که تقدیم شما شد از همراهیتان سپاس گذارم بقیه اوقاتتان خوش الان نگه